ادامه خواهرخوانده است و بازم جمع خواهرخوانده ها شما میرین اعلانات سعی میکنین یا کلشون یک رقم به مزه چای میخورن نه که نپرس میمان عزیز ما لیلا جان چای مزه دار بود؟ زیاد مزه دار بود خوش میامد چای روستایی بود یا چای شهری؟ نی با خدا جای شهری بود اما مزهش روستایی بود تیبک بود چای تیبک بود چای قفکی نبود دیگه چای قفکی که بابا چه میاین دمی شعر از کجا پیدا میکنم گب ده چای نیست گب ده جوشاندن آب جوشاندن از آب ده تندور میمانن چای نکای کلانه نه با صبح میخیزن نور جوش میباشن میگیرن دم میکنن ده چای نک خلاصه او آب مقتر جوش شده دیگه مثلا من میگیرم چای دم میکنیم شما ترموز او در دهات هیچ اصلا ترموز نمیشناسه چای نیاز ده چای نک دم میکنه ده چای نک دم میکنه برای نه وقت بوی میگه چای ترموز چیه ده پلاستیکی مندازی نور یک مزه نمیده راست شمی چای از اومد تا مزه میده ایلای از اون چای نکی قیقه میشن بیدا جان بیدا جان بیدا جان تعریف کنم بیخی مادلم از بعضی برنامه برم زندگی دوستان خب بسره خب بین از خانم علی بپرسیم خانم علی با اوصافی که بیدا جان از زندگی های روستایی کرد شما موافق هستین که برین زندگی روستایی رو سپری کنید؟ ما تفلیت خود در کابل تیر کردیم یعنی کاش که در یک روستا کلان میشین نات پسر میکردیم اما زیاد تفلیت در کابل تیر شده تقریبا تا جوانی بعد از جوانی در آلمان سپری کردیم باز دوباره چون وطن زیاد دوست داشتیم دوباره بازگشتیم دیگه ای خب زیادتر وقت وقتی که آدم بعض وقتا او وقتی کمک شرایط خرابتر شد با تاسف بگویم اما بعض جای نزدیک مثل پغمان و بعض مثلا مثل یعنی جای کابل جای نام بگیریم شمالی توی قسمت ها که ما رفتیم خوردم که بریم امو زمانی که شمالی رو بخاطر انگورش میدونم چون میله بود نی روزای جمعه و وقتا میله بیرفتیم یپا او چی داره که آدم میدید واقعا بر ما خاطر انگیز است بله خانم علی اگر برتن پیشنهاد شد که در یکی از روستاهای زیبای ولایت زیبای افغانستان برتون یک زندگی ایدئال روستایی در نظر گرفته شده شما حاضر هستین که زندگی شهر نشین زنه با تمام دغدغه‌هاش رو کنین برین زندگی کنین میشه اولو شاید به خاطر از کدام راحت‌تر میشه اما بابای تول یک خوب یاد بگیرم نه زندگی سر تا تندور نمیکنه اگر ما بتونم افتخار میکنم نه به خاطر از اینکه خودمون رو نندازه اول باید آدم یاد بگیره به خاطر که او همه کارا از ما قابل افتخار است از ما شما هم قابل افتخار است چرا ولی... فکر میکنم زندگی روستایی برای یک زن جرأت میده و زن روستایی با جرأت تر است. بله. ما ایلا مثلا اگر تازه میخوای یا بار دوم سوم چهارم میخوای یک زن شهری مادر شو هنوز هم میترسه. ولی یک زن روستایی دم بار اول هم نمیترسه. بله از جرأت گفتی ویدیو چه؟ در خانه ش تا زایمان میکنه. بله. ویدیو از جرأت گفتی و اینم از تند رفتن کرد من هیچ یاد من نمیره یک خاطر خیلی جالب دارم از رفتن به نیکس رو تندور ننداختم اما خمیر به چور تندور انداختم. من یکی از روستای افغانستان به تفریح رفته بودیم خانه یکی از دوستان دختره خورد سر تندور هم سر سالای ما از ما کرده ظریفتر سر تندور شده بود خوب ما بودون نانای دستکی کلان کلان بهم گفتیم مردم پنجه کش پخته میکنه ما که دیدیم یارو بسیار شوق من اگر گفتم آسان است دیگه چقدر آسان است تو میتونی ما شما خب ما بسیار به ما چی گفتم ما میخواییم یک دانه نان پخته کنم خیدت خمیر را دست ما خوالی خمیر خوب بود یک همه که آه یه نازو کرده یک قسمتش دبل یک قسمتش نازک خب این به هر قیامت بود دیگه من اصلا دیدم سر دست ما گرفتم وقتی که رفتم سر تندور که خود پایین کردم که این خمیر به عوض که در دیوال تندور بزنم و فکر کردم که آتش کم است که مرا بخواست فرو ببره و یعنی یک وحشت بود ویدا میگه که خانم های روستایی باجراتر هستن راست میگه دقیق است ما به عوض که دیوال تندور خمیر بزنم ما فقط ایلاش کردم در بین تندور و تمام اون خانم هایی که به دیدن ما آمده بودن از همسایه ها دوست ها همگی آنقدر بالای من خندیدن که من از شرم مثلا سر بالا کردن ندارستم اما منطقه رو ترک کردم اونا همیه چی پشت دستی دارن اصلا نیمیدا جان هیچ اصلا چیزی نداشت تمام این چیزا رو نان دستکی که میگن پخته میکنیم نان دستکی کرده دست هست خود عادت کردن زندگی یک چیز بسیار مهم است از طفولیت و آدم ایره قدردانی هم کنه
ولی یک تفاوت هست، یک تفاوتی که ما شما میبینیم که طفلایی که در شهر کلان میشه اینا کوشش میکنن که زود طرف تحصیل و مکتب و کودکستان، از کودکستان طرف تحصیل میرن، بس چیزایی که اینا کناره میبانن. ولی این می تفاوت هم ما شما در جرأت اینا رو میبینیم که چقدر با جرأت یک دختر جوان میره در پانتون، مثلا هیچ فکر نداره که استاد ما مرد از زن هست یا هم صنفی ما بچه هست یا دختر، با یک جرأت خاص میره در چوکی پانتون میشینه و درس میخوانه. بعدن شما به اون جرأت پیش میره کار میکنه و تحصیلات، یعنی نوع جرأت ها فرق، جرأت شهری. اما پس اینه که زن شهری تیوریک است و زن روستا عملی است، هرچی که ما میگیم اونا میتونن عملیش بکنند. و هر ترتیب ما دور نشیم از مهمان ما، مهمان ما و حوزه و محور مهمان. اول لیلا جان بگه از غذاهای محلی کدام از یاد دوست دارین؟ روستا پیش از پیش از غذاها میخواییم بپرسیم که در بیرون که زندگی کردین، چون بیشتر بیرون زندگی کردین، روستای اونجا تا روستای اینجا خیلی فرق کرد. اونا کوشش کردن روستای خود یک اندازه دستکاری کردن، زیاد دستکاری کردن، مدرن شدن. اما فرهنگ است، ولی مدرن ساختن، آسان تر شده، سهولت های خوب برشان شده. مثلا تراکتور و تراکتور های برقی و ماشین های گردوشی، ماشین آلات هست و اونا خواستن از نظر اقتصادی خود بالا ببرن و از نظر وقت خود اندازه زیرا نگاه کنن بر خود. و خاطر که اونام طفل دار هستن، زندگی دارن، زندگی فامیلی دارن، همیشه اگر وقف ضرورت های کاری شوه اونا از فامیل دور میمانن. این مسئله بسیار مهم است. و دیگه ای که مثلا ما بگویم که امی جایی که حیوانات خود نگاه میکنن، این بسیار مقبول سنگکاری شده، حتی سنگ سفید بسیار مقبول چیشته، بنالای آب است، هر چیزی که میشه زود شسته میشه. هیچ اصلا نمیفهمادم که این یک زندگی رو سایی شد. خدا من باز پلوانا خوشدارم. امی این چیزا، ولی در زمین های زراعتیشان هیلی چیزی که ببینین این همون چیز است. این تنها سهولت ها، ولی اونام بعض هایشان هست که ضرورت به تراکتور ها و چیزا ندارن، خوش ندارن. خب بازم اونجا غذا ها خیلی میوه ها و ترکاری ها و پختنی های زراعتی بیشتر ارگانیک نیستن، غیر ارگانیک هستن. اصلیش را پیدا کنه و این مسئله است. ولی ما دهات ما تقریبا شهرهای ما که 90% ولی 100% دهات ما ارگانیک است. ارگانیک به معنی از این که طبیعی است و هیچ چیز اضافه مثل دوپینگ نشده است. مثلا ما در اونجا تخم مرغ ما کوشش میکردم که از جایی بخرم که مرغ دانه جواری را استفاده کرده. ما مشکل را بود و باید اونجا فرمایش میدادیم و اونا پشت خانه می آوردن یا ما پشت می رفتیم. یعنی برده داره 20 تا تخم چند کیلومتر می رفتیم، یا اونا می آوردن ترانسپورت خود محاسبه می کردن سرمو تخم می دخلن، یعنی یک دان تخم بر ما چند. ولی در اینجا که یک چند کیلومتر پیش بوری پشت خانه می آرن، صدا می کنن، کم گل نصابت می آرن، فرق میکنه. اونا یکمک مدرنتر شدن و این مسئله. اما بازم روسایی ها در هر دنیایی که من فکر میکنم اصلا کوشش میکنن که این فرهنگ های خود زیادتر زیادتر نگاه کنن. یک کمی از وسایل آرایشی و میانه خود با جواهرات هم بگوین که میریم طرف وقفه. مثلا از مسائل آرایشی که چی زیاد دوست داره؟ همین نظر خود لبسیرین بیشتر از لبسیرین زیاد دوست دارم، رنگ ناخون زیاد دوست دارم، دیگه از دیگه مسائل اوقدر زیاد آگاهی ندارم. خانم ها شد خوش نبوردی؟ باز من اونه چی یک چیز مخصوص میدن در جمله سامانه آرایشم نمیه نه از روی یاد نشه که دیخی اونه در جمع شامپو با بیستاد مواد اولیه، مواد اولیه در کور کالی دوده او را اضافه کرد. نه بخدا مواد ضروریات هست که باید تدمیز که مثل کاغذ سشناب بس چیزای دیگه مسائل بهداشتی بهداشتیست. اما چون در دیگه مسائل آرایش قدر بسیار زیاد چی میگن بلدیت ندارم، علاقه زیاد تلا دارم. کمی لحظه پوشیدین همه انگوشتان تلا است آنقره تلا دوست داریم؟ تلا خوب است اما اینه ما قدر زیاد است. میره طرف وقفه باز برمیگرده.